بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. باید صلوات شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گواهی هم میدید دیگه برای اینا، گواهی هم میدید دیگه. خب میگی هرکی علاقه من بود. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان دوره همی خانم حاج باقری نوسان، همراهان منم از همون واژه استفاده میکنم. خوش آمدید. عرض کنم خدمتتون که ما برای این دورم و انشالله این جلسه جلسه آخره که من روشای پاسخ به نکاتی که باید به داورم پاسخ بدیم عرض میکنم، بعد یه دوره دیگه شروع میکنیم. همین کارگاه ادامهش مقاله تال غیر پژوهشی، حالا مقاله مروری، مقاله فنی، مقاله مفهومی، اینا رو میگیم هم ساختارش من چجور بنویسی تو اینها. تا عید انشالله، تا اواخر اسفند اینو این دوره رو تمام میکنیم. اگه انشالله عمری بود و خدا من عنایت کردن، بعد از عید هم با جواب فرمودن روش های تدوین پایان‌نامه رو میگیم که اونم فهم کنم خیلی کاربردی باشه. بعد عرض کنم خدمتتون فعلا این برنامه مونه. خب من همین الان رسیدم، عذرخواهی میکنم، یک سر اومدم کلاس و بعد یه چند تا نمونه پیدا کنم خدمتتون بدم که شاید یه خورده بعضی بینش برم توی فایل ها عذرخواهی میکنم، هاردمنم که دیگه وحشتناک شده، بعد یه نفر استخدام کنم یه چند سال طول میکشه اینو ارگنایز کنه دیگه سازمانی. و یه سری بکاپ دارم ازش. اینو یه امام محمد غزالی ارتباقا میخوام این نکته مهمه، خیلی خوب بود برای شروع. امام محمد غزالی تو راهزنا بهش حمله کردن، گرفتن و کتاباش آتیش زدن. بعد شروع که این حاصل کل عمر من، این دوتا مثلا حالا دوتا مرکبی که داشته تو خورجیناش پر از کتاب بوده، این همه عمر من اینا بوده فلا اینا. اون فرمانده راهزنا گفت دانشی که اینجوری باشه و آتیشش بزنیم تو دیگه هیچی نداشته باشی، این ارزش نداره، بهتره بسوزه. این علاته مال اون زمانه، اینو بهتون میگم، مال قدیما بوده. گفتم اینا قبلا خدمتتون به خاطر اینکه الان نوع دانش متفاوت شده. از قرن 17 هم آقای سامر جانسون که اومد دانش رو دو قسم تقسیم کرد، گفت یا دانش محفوظاتمون یا اینکه بدونیم چگونه دانش رو به دست بیاریم. الان که قرن 21 این شعار قرن 21 learning to learn، یاد بگیریم چجوری یاد بگیریم و اینکه یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم، این چگونه یاد گرفتنه الان دانشه، نداشتن محفوظات. چون اینقدر حجم اطلاعات و منابع رشد کرده که آمار 10-15 سال پیش، اینو آقای محمدی اگه اشتباه نکنم، دکتر محمدی سر کلاس کاردانی ما اگه اشتباه نکنم، که اگر کل متون تخصصی که تا اون زمان منتشر شده، به شرط اینکه قطع بشه دیگه چیزی منتشر نشه، تا اون زمان منتشر شده است، هر روز یه نفر روزی 24 ساعت به مدت 80 سال وقت بذاره، بازم نمیتونه مطالعه کنه اینا رو. پس اصلا نمیشه بگیم که توی یه حوزه خیلی خیلی خاص هم شما کار کنید، سالها هم کار کنید، بازم یک عالم مطالعه که شما نمیدونید و یک سرم داره تولید میشه. یعنی تو حوزه خیلی خیلی خاص شما وقتی کار میکنید، هر روز داره مقاله و کتاب و اینا تولید میشه و شما اصلا نمیرسید اصلا. پس مهمترین چیز اینه که ما یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم. دوستان عادت کنید که این ابزارهای کاوش که در محیط پس یک سر کنار دستتون باشن، شما این مهارتتون رو تقویت کنید. ولی اینکه بخوایم همه چیز یاد بگیریم نمیرسیم، اصلا نمیتونیم، درست شد؟ اما اگه یاد بگیریم چجوری دانش رو به دست بیاریم، مرتب با این ابزار آشنا بشیم، خیلی راحت میشید بهترین پژوهشگر. پژوهشگرایی که توی دنیا معتبرن و قوی هستن همینطورن. شما مثلا فکر می‌کنید که الان بریم مثلا میشه آقای مایک فلوال که نامبر وان وبسنجی در دنیا، اگه شما رزومش رو ببینید، آقای دکتر حوری میگفتن در مورد ایشون یا ما خیلی بی سوادیم یا این الکی تولید مقاله میکنه. چه
400 500 تا مقاله مثلا ISI داره، 400 500 برید رزومش ببینید. مایک فلوان، چند تا ایرانی ها مثل آقای کوشا و آقای احسان محمدی اینا هم ایشون استاد راهنماشون بوده، همون انگلیس درس خوندن پیش ایشون و خیلی خیلی یه نابغه ایه، واقعا یه نابغه. خب فهم کنید اینا وقتی میشنن چون فهم کنید الان ما اینا بشینن هر چی میپرسیم اینا مثل یه کشکولن یا یه دارتون هر چی میپرسی جواب میدن. آقای محمدی میگه من هر چی جلسه میذاشتم تو موقعی که رساله دکترا میشه میرفتم پیش ایشون، مثلا میرفتیم یه کافی شاپ یه جا با هم یا مثلا کافه دانشگاه با هم میشست، میگفت من سوال میکردم، این گفت اینجوری همینجوری هم میگفت، میگفت نمیدونم، گفت خدا این هر چی میپرسه میگه نمیدونم این چی جوری، ولی وقتی براش میفرستم اینا چه نظرهای نوعی میده. ببینید اینجوری نیست که دیگه فکر کنید یعنی اون نامبر وان دیگه همه چیزو میدونه. تازه اونا بیشتر به دلیل اینکه هرچی دانش بیشتر میشه، آدم وقتی میبینه که شما فرض کنید مثلا در یه حوزه خاص شما 100 تا مقاله خوندید، خب ولی میبینید انو 5000 تا مقاله دیگه هم وجود داره، درست شد؟ احسن دیگه. پس میگم من هیچی نمیدونم، یعنی این یه حسه. خیلی این نکات مهمه، خواهش کنم توجه کنید. من رساله دکترامو که تقدیم کردم دفاع کردم، روز بعد دفاع 24 خرداد 91 احساس کردم هیچی نمیفهمم از این رشته. یه حس خیلی خاصی تا یکی دو سال منو گرفته بود که همش فهم کردم من هیچی بلد نیستم. یعنی یه حس خیلی خاصی اصلا نمیدونستم با همه چی با تردید اصلا نمیدونم که گفتم اینا که من میدونم خیلی انگار چیپ و خیلی ابتدایی هم. اگه واقعا وارد مباحث بشید، چرا؟ چون موقع خیلی مطالعه میکردم هی اپامم بیشتر میشد، مطالعه میکردم اپامم میشه، هی اپامتون شما هر مقاله‌ای بخونید حداقل 10 تا مفهوم بهش برمیخورید که نمیدونید، برید اون مفاهیم رو بخونید دوباره برای هر کدوم یه مقاله دوباره 10 تا هی ضرب میشه، هی متوجه با او اصلا یه عالمه چیز من نمیدونم. میری با یه افرادی بحث میکنید توی یه حوزه، مثلا حالا حوزه متادیتا که من چند سال دارم کارم میرم بحث میکنم یه چیزایی میگم اینا من اصلا هیچی توی این حوزه نمیدونم. پس ببینید این که لرنینگ تو لرن مهمتره، اینو گفتم اینا رو بهتون میگم. ببین من سعی کردم این کار رو در مورد خودم اجرا، من همیشه این گوگل اینا پیشم، اگر دوستانی که حالا با من پایینام اینا کار میکنن بپرسید یا دوستانی که حالا کار پژوهش، همیشه من این سیستم جا هر چی میگن من همونجا میرم تو گوگل یا جاهای مختلف نگاه میکنم بعد جواب میدم. الان میخوام همین رو بهتون بگم، من میخوام چجور به داور جواب بدیم، how to answer reviewer. نه خیلی راحت، یک عالمه ببین comments, questions, reviews, reviews for a journal paper, revision. ببین چقدر جالب، چقدر جالب، هر کدوم اینا رو شما بزنید یک عالمه بهتون منبع میده با template 10 simple rules for writing a response to reviewers. اینا نابن، واقعا عالیه. تمپلیته، من هر وقت مقالات خارجی دارم یه این تمپلیت ها میگیرم متناسب با اون حوزه هم تازه سرچ کنم، یعنی قشنگ توی متادیتا هم سمپل پیدا میکنم، میام تمپلیت رو میذارم چیزایی که خودم میخوام بنویسم اد میکنم و ریپلیس میکنم، یه جواب خیلی شسته رفته قوی مناسب برای داور تهیه میکنم. اونا هم خیلی سیستماتیک هم، ما باید سیستماتیک عمل کنیم. نگاه کنید شما هر کدوم اینها رو بزنید یک عالمه نکات خوب بهتون میگه، اون که تازه یه مقاله پژوهشی هم از خودشون اولیه کلی نکته گفته. اون من راحت ها میخوایی به داور جواب بده چجور جواب بده، یک قانون یک مثلا provide an overview the code the full set of reviews، همینجوری ببینید be polite خیلی مهمه، با داوری خوره تون بشی رد میکنه مقالت، یاد باشه داری با یکی بحث میکنی که شما نمیبینیش و قدرت دستشه، کاملا قدرت دستشه و نمیبینیش باش پر. اینجور نیست بشینی اون رو درواسی کنه تعارف کنه فلان، به محصی که باید باشه یک جمله غیر مؤدبانه نویسی سریع در مورد موضع میگیره و شما تو جلسه های دفاع پایانی میبینید مقابل داور نشسته میبینه شما رو، استاد راهنما مشاورتون نشسته، کوچکترین حرفی بزنید داور موضع میگیره و کارتون رو زیر سوال اصلا قبول نمیکنه. وقتی قبول نکنه میخواد چیکار کنه؟ هی شما توضیح میگی قبول نمیکنم، این باید این اصلاح بشه، امضا نمیکنم،
حالا شما بدوی دنبال اون داور که براتون امضا کنه. پس یادتون باشه هر داور اینا نکته است دیگه، من امروز هرش خواهم نکته بگم و یه سری نمونه نشون بدم. هر داوری اگو داره، منیت داره، نباید به اون بر بخوره. خیلی محترمانه باید توضیح بدید براشون و همینجوری حالا نکات مختلف که اینجا آورد. هر کدوم گفته تک تک نکاتشو توضیح بدید، یعنی هر نکته ای گفته شما براش باید جواب داشته باشید، نه اینکه حالا داور یه چیزی 4-5 تا سوال مطرح کرده من کلی جواب بدم، این خوب نیست و ممکنه داور اشکال بگیره. ببینید توی مجله ها ما چند طبقه داور وقتی بررسی میکنه، غیر از اینکه یه فرم داوری همشون دارن و تو اون فرم داوری وارد میکنه یه سری کامنت میذاره. این کامنت ها یا رو فایل میذاره گاهی اوقات، گاهی اوقات هم توی یک حالا باکسی اگه دوستان داوری کرده باشن بدونن، یه باکسیه که شما میری موارد دیگه یه رم مینیمیسی، چون اونا گزینه ای انتخاب میکنی، مثلا روش شناسیش میگید 4-3-2-1 نمره میدید، بعدم اعلام همه فرما امتیاز داره، مثلا میگه زیر 50 تا که از 100، زیر 50 اصلا رده، شما اصلا کامنت هم نذاری خود به خود خود سیستم رد میکنه، اگه بالای 50 باشه خب این سیستم قابل تام. خب یه باکسیه، شما اونجا میایی تو اون باکس کامنت ها رو داور مینیمیسه، درست شد؟ میخواید ببینید این فرما میخواید ببینید، علاقه دارید مثلا داوری هایی که تو پروفایل منه ببینیم با هم؟ خیلی یه نمونه ببینیم این چیه حال هوای داوری. خب ایران چی خواهم؟ بله من میگم چرا اینو باز نمی کنم. خب این هم مجله ایران داک میریم، خب ممنونم چه مقالاتی برای من داوریه. فقط خواهشان اگه عناوینشو دیدید دیگه چیزی نگید که ما بریم اینا. خب مثلا یکیشو بریم، فقط میخواییم فرما رو ببینیم. خب ببینید این یه فرم داوریه، اومده میتونیم چاپ هم میکنیم اگه بعضی اون خوان چاپی کار کنن. یک عرض کنم خدمتون، چکیده یا ورده و بعد این فرم، این سامانه مشابهتی آبه. اگر شما میخوای ببینی که این کپی کرده، کپی پیست کرده یا نه، مطمئن بشید که سرقت ادبی نداشته، میتونید تو اینا سرچ کنید، یعنی اینا رو انتخاب کنید، خودش سرچ میکنه نتیجه رو به شما میگه. خب یه امکان خوب، همه دارن، امرال داره، الزیویر داره، همه دارن. خب ببینید یکی یکی سوال کرده امتیاز گذاشته، مثلا با توجه به مباحث روز، موضوع مقاله مهم، اصیل و نو است، اینا اومده. اولا اگر استادی دوستی دارید، یادتون نره آقای نظام دوست، که دسترسی داره بگید براتون فرمه رو چاپ کنه، یادتون باشه اینا میشه المومن و کعیز. من یه پرینت هایی میگیرم مقالم و وقتی نوشتم آخرش میام یه بار با اینا چک میکنم، یه چکلیسته این که بعدا اگر رفت دست داور ببینم من همه چیزها رو رعایت کردم یا خیر. ببینید بفهمید آقای نظام، اینا عددن، مثلا من عدد نیم، این حد اکثر امتیاز 4. بعد مقدمه، ببینید گفته تو مقدمه آیا موضوع مورد بحث، این هدف رو گفته، این تو مقدمه پرسیده اهمیت و ضرورت و اینا اومده، مسئله پژوهش روشن و عملی بیان شده. ببینید هر کدوم اینا یه امتیازی دارن، پیوند مقاله با پژوهش‌های پیشین، این که تو اون کار به قبلی توضیح میدادم حتما باید بگید که با چه پیشنهادتون رو مرور کنید و ارتباطشون رو نشون بدید، استنتاج مناسب از مرور پیشنهادتون رو گفتیم، حتما آخره پیشینه پژوهش بعد یک نتیجه گیری بشه، نگاه کنید دقیقاً 3 امتیاز داره اینا. سوال‌ها و فرضیه‌ها، روش تحقیق، چند تا برای روش تحقیق داریم؟ 2 تا. خب یا حالا تحلیل داده و تجزیه تحلیل داده و یافته و بحث و نتیجه گیری، آیا یافتهاش نتایج ارزشمندی، پیشنهاد پژوهشی داره یا خیر؟ ببینید عنوان مقاله با محتوای سازگار، ساختار و محتوای چکیده، همه اینا امتیاز دارن،
تمام بحثایی که خدمت عرض. حالا همه اینا رو که شما امتیاز دادید این گزینه ها رو بروتونه. تو مجلات خارجی هم همینا، یعنی چون اینا از همونا استفاده کردن. اولیش میگه به این شکل قابل پذیرش، کم اینجوری میگیرید. چه مقاله اینجوری پذیرش میشن؟ مثلا فرض کنید یه ویو پوینت خود سردبیر نگاه کرده، خوشش اومده، تایید کرده. حالا من نمونهش رو نشون میدم، چند تا مقاله داشتم مثلا داوری نفرستادم، اون سردبیر دیده، خوشش اومده، تایید کرده، تموم شده. ببینید اصل فرند داوری اینه که حالت آموزش داشته باشه. من نمیخوام، چون الان ما بحث این نیست که چه جور داوری کنیم مقالات، باید آموزشی باشه. یعنی من نویسنده وقتی میشینم بنویسم احساس کنم که دارم یه چیزایی یاد میگیرم. واقعا هدف اون فرد اینه که به کار من کمک کنه. شما میبینید خارجی ها وقتی داوری میکنن رد کرده، ولی یک عالمه بهت توصیه کرده، گفته برای بعد میتونی استفاده کنی. و اگه شما مقاله‌ای که رد شده همین توصیه ها رو اعمال کنی، اونا به عنوان یه ورژن جدید، نیو منیسکریپت، به عنوان یک ورژن جدید در نظر میگیرن، دوباره میفرستن داوری. من همه اینا که میگم دارم، یعنی مثلا من مقاله فرستادم رد شده، بعد به سردبیر گفتم من اگه اینا رو اعمال کنم، گفته اعمال کنی میشه مقاله جدید، من دوباره میفرستم داوری. ببینید کاملا این امکان هم هست، اینجا هم هست، توی ایراندا هم هست. یعنی خیلی راحت میتونید همه مقاله، همه مجله رد شد، همه رو اعمال کنید، دوباره فرستید یه مقاله جدیده. خب پس اینم یادتون باشه، مقالتون رد شد خیلی مایوس نشی. حالا بعد میگم چند تا نکته. خب ببینید یکی یکی دارم میگم، و چون من این کارگاه چجوری هم داوری کنید برگزار کردم، حالا مقالم بیش از 300 تا مقاله من داوری کردم که الان اینجا نشونتون میدم. مثلا مال خود همین ایراندا شاید حدود 70 تا مقاله من داوری کردم توی 7 8 سال گذشته. ببینید اینجا فور ریویو، بله این چیز کاراییه که من داوری کردم. اینا همه داوریای منه که هر کدوم پوشاهاش یه عالمه توشه، از جمله مثلا ایرانه، مجلات مختلف، حالا داخلی ها، بین المللی ها، پایان نامه ها. مثلا این دیماله ایرانده که 67 تا مقاله، تازه اون دوتا هم جدید اونجا دارم، تازه تا حالا فقط برای ایرانده که داوری کردم. خب ببینید پس اینو کم میزنن معمولا، این خیلی میخوره. مقاله به شرط اعمال اصلاحات اساسی، یعنی بیشترین چیزی که اونایی که مقالهایی که رد، اول ببینید مقاله وقتی براتون اصلاحات خورد خوشحال باشید، چون یعنی رد نشده، پس من میتونم با یه تغییراتی اینو بیارم. اگه پس ما دو دسته کنیم مقاله ها رو، اونایی که رد میشن چجور بهشون جواب بدیم، اونایی که عرض کنم خدمتتون اصلاحات خوردن چجور جواب بدیم. خب معمولا داور اینو میزنن، این گزینه اصلاحات اساسی. حالا شما ممکن نگاه کنید بگید که این خیلی به نظر من اشکال نداره، گفته مثلا بیان مسئله تو شفافتر توضیح بده، مثلا اینا رو بیار، این دوتا جدول چرا شماره‌اش اشتباه خورده، ولی داور اونو میزنن. این خیلی اصلاح جزئی نمیزنن، اصلاح جزئی رو فهم کنن داور رو، یعنی اینکه اشکال تایپی و اینا داشته باشه، پس کم میزنن. مگر اینکه داور شما رو بشناسه، از شما هم دوست داره و میزن اصلاحات جزئی. تا اینجا پس ما فعلا داریم مقالاتی که اصلاح خوردن، مقالاتی که رد شدن رو بعدم میگم، خیلی دقت کنید اینا رو. خب تا اینا که استاشن، تا اینجا سردبیر وقتی شما جواب میدید، سردبیر نگاه میکنه و یه نگاه میکنه جواب دادی تو اینا یا اصلاحات انجام دادید، میفرسته برای چاپ، یعنی تایید میشه، مقاله پذیرش میشه، همونجا اکسپت میزنه سردبیر، خوش نگاه میکنه. یه گزینه داره اینجا، این یه خوره سخت میکنه کارو. من معمولا این گزینه رو میزنم، دوباره ببینم اصلاح دمیاد شده یا نه. این یعنی این که دوباره فس ببینم خود داور، سردبیر اینجا دوباره میفسه برای داور، یعنی شما اصلاحات انجام بدید، دوباره ارجاع میده به داور ببین که اصلاحات رو اعمال کرده یا نه، شما نظر بده. پس این یه خوره کارمون رو سخت میکنه، ولی ناامید نباشید. تو این گزینه خیلی تو جواب ما رعایت کنید، چون دوباره داور میبینه. بحث علکی نکنید با داور و خیلی خیلی مؤدبانه باشید. نشون میدم حالا بهت، همه تو نمونه نشون میدم. پس تو این گزینه من دوباره میره برای داور، خیلی باید دقت کنم. خب این گزینه یعنی این که من نمیدونم رد کنم یا چیز،
اگه نها کنید سطحش همه پایین تره، یعنی بالا خوبه، هرچی میایین پایین منفی میشه. این یعنی که حتی اصلاحات اساسی هم افسه برای من نیست، ولی من نمیدونم رد کنم. حالا بعضی داورم میگه من نمیخوام رد کنم، حالا دوست ندارم رد و من بزنم، بذار خود سردویت هست. ولی این به این معناست که از نظر داور این معنی میده، از نظر داور یعنی رده، ولی با سردویر اگه نظر خاصی داره میتونه مطرح کنه. حالا این تو چیزای مختلف، مثلا چی میگم؟ داور یه حسی داره میگه من نمیخوام رد کنم، دوست ندارم، حالا وجدانیه. یا میگه که این آدم معروفیه، خود سردبیر هم میشناستش، بذار سردبیر خودش نظر بده، چرا من رد کنم؟ همش اینا. این هم که هیچی، خدا نکنه بزنه داور. خب پیر ریویوه، یعنی دوتا داور همیشه نگاه میکنن، هم ترازخانیه. اگه یکی رد کنه یکی یه دونه از اینا رو بزنه، این از اینجا تا اینجا، یکی رد کنه، یکی این چهار تا رو بزنه، مقاله میره برای نفر سوم. این قانونه. یعنی خب نگاه میکنی، یکی رد کرد، یکی تایید کرد، اصلاحات زده، حتی اگه دوباره بیاد برای چیز، پس میفرستن برای نفر بعدی. اصلا قانونه، همه مجلات قانونش اینه. داور سوم هم نگاه کنه. اگه حالا دیگه چون اینجا دو یک یا یه دونه منفی یه دونه مثبت، نمیشه قضاوت کنه، میره برای نفر سوم که اگه هر دوشون گفتن منفی کلا رد میشه، اگه گفتن مثبت اونم زد اصلاحات، مقاله میاد برای شما برای اصلاحات. پس اینم دقت کنید. اگه اصلاحات ضروری لازم داره، خب الان داور ببینید از 1 2 3 4 این 4 تا رو انتخاب کرده و حتی این 5 تا رو انتخاب کرده. حالا اینجا باید بگه که چه اصلاحاتی باید انجام بده. خب شما انتخاب کردید اینا رو، خب من چیکار کنم؟ اون که فرمه، هیچی، امتیاز میده. این امتیاز مقاله شد چقدر؟ شده نمرش 53، قبول. ولی چه اصلاحاتی انجام؟ اینجا داور باید بگه شما چیکار کنید. درست شد؟ پس حتما باید دنبال کامنت داور اینجا باشید. بعد شما اگر روی فایل کامنت گذاشته باشه، داور اینجا فایل رو آپلود میکنه و شما فایل رو دریافت میکنید. دقت کنید وقتی نظر داور گرفتین، اگه فایلی اتچ شده حتما فایل رو چیز کنید. بعضی داورا رو خود متن کامنت میذارم. خب پس اینا رو هم چیز کنید دیگه، اینجا تیکو میزنیم و میفرسته داور و شما. پس شما اگه بتونید این فرما رو از مجلات بگیرید خیلی خوبه، به دلیل اینکه شما میدونید معمولا چیا میپرسن و یه بار قبل وقتی مقالتون تموم شد یه بار چک کنید که خیالتون راحت بشه که تمام مواردی که میخواد داور تیک بزنه شما رعایت کردید در مقالتون. خب پس این عرض کنم خدمتتون که یه توضیح. حالا بریم چند تا نمونه ببینیم، یه چند تا سبکای مختلف رو ببینیم با هم دیگه مرور کنیم دیگه. خب ببین یه داوری خوب بوده، یعنی داور دقیق رفته خونده و من اینا رو جواب دادم. یکی یکی با همین بعد نکاتش رو میگم، چون اینا همش نکته است. خب ببینید، اول یه فرم اینجوری درست، یه جدولی بالای فایل اصلی مقالتون یه چنیش جدولی درست کنید، سیستماتیک همیشه این انجام بدید. نظرات داوران رو اینور بیارید، اصلاحات یا پاسخ پی داورندگان، حالا اگه یه نفر هم هست پی داورنده. خب اینجا یکی یکی نظرات داوران رو بیارید، حالا این نشون میدم همه رو، و مقابلش جواب بدید اما دقیق و دیتیل. صفحه 5 خط 4 کاربردی به کارکردی تغییر یافت. ببین چقدر دقیق خونده کار داور. ما دو تا چیز داریم، یک یا اصلاح میکنید یا جواب میدید دیگه، یعنی یا وارد به نظر شما منطقی من باید اصلاح کنم اشکال بوده، یا اینکه نه من باید به نظر من نظر داور درست نیست و من اینو درست آوردم. اولی اگر بود بزنید اصلاح شد، هم انجام شد یا اصلاح شد، هم که اینو ببینید اول سردبیر میبینه، برای داورم بره زده باشه دوباره داور شد داور میبینه نا زدم اینو گفتید اصلاح شد. بعد یارو شما عرض کنم خدمتتون میخواید جواب بدید، توی جوابا چند تا نکته رو باید دارید. اولا خیلی باید جواب منطقی و مستدل باشه. دو حتما رفرنس بدید. اگه نها کنید بعضیاشو اینجا ببینید، من رفرنس دادم، گفتم برید نگاه کنید ببینید
من یه سری ها رفرنس دارم اینجا، ببینید اینجا اصلا بحث کردم استناد دادم خب. یا اینکه و نکته سوم این که اگر جواب دادید میتونید مثلا داور گفته اینجا خونه مبهمه، اینجا خوب توضیح ندادین، من مثلا یه مقاله بوده داور نوشته که خیلی مقاله خوبیه و نمیدونم خیلی پیشینه پژوهش قیه ولی روشش رو خوب توضیح نداده، من جواب دادم که من روش رو 3 جا توضیح دادم، اینجا 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 سطر فلان فلان توضیح دادم، با این حال برای تکمیل و درک بهتر خوانندگان توضیحات اضافه، بعد رفتم 2 خط 3 خط دیگه اضافه کردم. پس اگه میتونید اینجوریه، داور میگه این مبهمه یا اینجا بیشتر توضیح، شما میگید خوبه اما به نظرتون 2 خط دیگه توضیح بدید نداره که خب. هر اصلاحی که در متن مقاله انجام دادید، اینجا نوشتید اصلاح شد، حتما باید قرمزش کنید تو متن، تو متن قرمز بشه یا هایلایت بشه، یه جوری معلومه شه من اعمال کردم. و من میگم اعمال کردم، دوباره بره داور بچرخه پیدا کنه، یعنی تا الان من جدا آوردم الان اصل مقاله رو میارم. پس این از اینجا نها کنید. دوم گفته انتظاریم رو در یک مقاله علمی و کاملا تخصصی، یعنی حالا به نظر من داور داره یه بازخورد خوب میده به این مقاله، استنادهای معتبری به جای ویکی‌پدیا استفاده شه. دو چرا ویکی‌پدیا استفاده کردی؟ معمولا داورا میگن اینو. نوشتم اصلاحش در مورد مطالب تخصصی که به استاندارد RDA مربوط شد. یه سری عمومیان لازمه ذکر است، دانشنامه ویکی‌پدیا به دلیل روزآمدی مطالب و امکان ویرایش توسط متخصصین همکنون از اعتبار علمی مناسب برخوردار شده. البته در این مقاله بیشتر برای موارد عمومی استفاده شد که محل اختلاف نیستند. ببین مثلا همین پاسخ رو شما اگر اینم میذارم روی چیز کاپی پیس کنید، هر وقت بهتون همچین بازخوری دادن که معمولا میدن داورا، همین رو جواب بدید بهش. اتفاقا الان ویکی‌پدیا خیلی سخته توش مقاله نوشتن، بنویسید ببینید چقدر رد میکنن ویراستارا، سریع رد میکنن مقالتونو. خیلی تاپه. مثلا اگه شما میخواید در مورد گوگل، موتورای کاوه، چیزایی که به روز اتر، مایکروسافت، در مورد یه سازمان استناد بدید، از همه بهتر ویکی‌پدیا است، چون به روز به روزه و کارشناسای خود اون سازمان اینو مینویسن، گوگل خود گوگلیا مینویسن، پس از همه دانششون بیشتر و مطلع‌تر و بهتر. الان گوگل بزنید ویکی‌پدیا ببین چه مقاله به روزی داره، همه تحولات جدید گوگل توش میاره. خب بعد بعدیاش نگاه کنید، در پیوند با 7 و 9 رابطه معرفی شد، نگاه کنید باعث اینه که رابطه معرفی شد توسط تیله تحت عنوان ویژگی‌های مشترک فلان فلان دیگه، خیلی بحث تخصصی بوده. پاسخ بله، این در زمانی است که ارزش مربوط به عنصری این می‌نویسید پاسخ 2 نقطه، او یا اصلاح شد انجام شد یا پاسخ 2 نقطه، حالا توضیح میدید. بله این مثلا در زمانیه که مثلا عنصر خاص مورد توجه بگیره، اما تمام اشیاء عنصر خاص داره ارزش مذکور باشن و بازیایی بشه، اما همطور که فلان دیگه توضیح دادیم. ببینید اینجا دوباره گفته جدول ارائه شده فلان منطقا بایستی با اشاره به متن اصلی الگوی فلان تهیه بشه، اینجا نوشته ماتریس مورد نظر نمودار فلان ارائه شده در RDA ترکیه، تا این مال خود RDA چیزی که من آوردم، بنابراین باید به همون منبع استناد داده بشه. ببینید همش بحث منطقی، نگاه کنید اینو بازم کنید، این خیلی دقیق دیده، این داور واقعا وقت گذاشته. ببینید اومده این یه جمله اینجا گفته، دوباره من اومدم اینجا بهش جواب دادم، باز اینجا رو ببینید، تا میخوام یه مقاله دیگر رو با حوصله داشته باشید اونو کامل بگم جوابش. ببینید هر چی گفته من اومدم مفصل براش توضیح دادم. ببینید که چی؟ خب 2 تا بحثه، اولا سردبیر اولش میبینه اینا رو و سردبیر اگر این نکته مهم خیلی سوال، اگر ببینه خوب پاسخ دادید نمیفرسته برای داور، حتی اگه گفته باشه بیاد دوباره برای داوری. الان مثلا بالا باز نشون تیمه نها کنید، اینجوری بوده من نوشتم، سردبیر نوشته پاسخهایشون منطقی و قانع کننده است، نامه پذیرش داده بشه، تو خود سردبیر میبینه. این یک. دوم برای داورم بره دیگه، وقتی منطقی باشه اگرم جواب بده باز اون جوابش رو سردبیر میبینه، اگه احساس کنه داره بحث میشه دیگه جلوشو میگیره. معمولا
بیشتر موارد، یعنی خیلی معدود ممکن اینجوری باشه که اصلا سردبیر هیچی نمیدونه، آشنا نیست و اینا، میگه من نمیدونم واقعا چیه، ببینه دوباره داور. معمولا عرض کنم خدمتتون سردبیرها با همین اکسپت میدن، یعنی خوب جواب بدید اکسپت میدن بهتون. نگاه کنید اینجا دوباره توضیح دادن چقدر من لینک آوردم، ببینید هی استناد دادم، بعد استنادم میاری لینک بذارید، حتما لینک بذارید. لینک یعنی من دارم مستند میگم، برید نگاه کنید اینو. درست شد. از همه مهمتر تو پرانتز اینه که وقتی دارید مقاله می‌نویسید، هر کلمه ای، هر عبارت و جمله‌ای که می‌نویسید یادتون باشه این داره داوری میشه. پس من باید دقت کنم تو نوشتنش، یعنی دلیل داشته باشم. این خیلی مهمه. اگه این سبکو برید اینجوری میتونی جواب بدید، اگه اون سبکو رعایت نکنید نمیتونی جواب بدید. این اگه من اینجوری دارم جواب میدم، چون همه اینا رو اون موقع که مینوشتم تو ذهنم بوده، یعنی وقتی میخوام بنویسم هر چی مینویسم تو ذهنم دارم جواب، اگر گفتن فلان ممکنه توضیح اضافه کنم، یا میگه اگه گفتن فلان این جوابو میدیم. ببینید پس من میتونم به این صورت یک بتونم پاسخهای دقیق و منطقی. ببین داور یه چیز کوتاه نوشته ولی چقدر من اینجا بهش توضیح دادم، جواب دادم، شاید از خود مقاله بیشتر وقت گرفت. معلوم اینو رد نمیکنه سعدی، باز یه موارد کوچیک بوده دوباره نمیشم استاش مثلا اینس. حالا باز یکی دیگه نشونتون بدم، یک مقاله انگلیسی ببینیم که جواب دادیم و من از همین تمپلیت ها استفاده کردم. ببینید اون یکی از بهترین داورا، خوب دار، منطقی و خیلی هم چیزه، کاملا به سبک اروپایی ها داوری، ولی داوری میکنه. آره. خب من اینجا مثلا یه دونه مقاله بیارم. یه ببینید این مقاله، ببینید اولا داور، ببینید چقدر قشنگ داوری کرده و به من چی زیاد داده، اینو میگن داوری، و ثانیا من چجور جواب دادم و چه اصلاحاتی اعمال کردم. نگاه کنید اینو، ریسپاند میبینید به داور، ریسپاند تو ریزان. نگاه کنید چقدر این واقعا منصفانه، عادلانه، چقدر قشنگ داور بررسی کرده. فاینال دوستان به من کمک کنید، میگم من چون یه دفعه اومدم یادم اینا رو نتونستم درست کنم. ببینید این ریسپاند توی داور رو داریم یا نه؟ آها نه، خب میخوام ببینم این مال همین مقاله است یا تمپلیتیه که من گرفتم. آها خیلی خب، ببینید یه تمپلیت بوده من استفاده کردم، عنوان مقاله رو دادم، کد مقاله، درست شد؟ این اصلا خودی تو تمپلیت این بوده، Thank you for your useful comments and suggestions on the content and language of our مثلا manuscript. اومده داور یکی یکی توضیح داده، originality this paper offers a potentially فلان فلان. نگاه کنید چی نوشتیم، گفته که مثلا باید توضیح بدید که در مورد مثلا use data element method چی و بعد کامل توضیح داده شه. We added a definition with some useful references of data island method. خوشم گفت اینو باید بهتر توضیح بدید، کسی میخونه متوجه و نوشتم. من اومدم هم یه تعریف براش آوردم و هم اومدم یه سری رفرنس هایی که بهش استناد کردم. دوباره گفته relationship to literature، بعد گفته که علاوه بر این مباحثی که پیشینه هایی که آوردی، بعد پیشینه های معروض به schema.org. دوستان اولین باری که من با این حوزه آشنا شدم که الان هم مقاله یه تعدادی نوشتم، هم چند تا پایان‌نامه ها رو دارم راهنمایی میکنم، تو همین مقاله یاد گرفتم. این چقدر قشنگ، این میشه یه داور. بهم گفته پس فرق اینا چیه و بعد اینا رو توضیح بدی. ببینید I also didn't find any references no newer methods of offering metadata to search engines such as schema.org and microdata. میگه من نگاه کردم لیتریچر یوتیوب ولی در مورد اینا چیزی پیدا نکردم. اینا هم روش‌های جدیدترن برای مثلا پیشنهاد، حالا گفته ارائه متادیتا به سرچ انجینا،
و اینجا من با اون آشنا شدم و اومدم این سری تیج ریویو هم اضافه کردم. چقدر این داوری قشنگه، همه رو توضیح داده، این داور کاملا وقت گذاشته، اینا آیتم بوده خالی، اینا توضیحات همه مال داوره. چقدر قشنگ، منطقی، درست. This paper is difficult to read and authors would benefit from the services of an editor who could help with language and flow. گفته یه خود آکبارد، یعنی یه خود داور، ما وقت اونم گذشته، آره، گفته یه خود چیزه، حالا زبانش اشکال گرفته ولی خیلی خیلی قشنگ منطقی توضیح داده. گفته یه خود زبانش گنگه. خب بعد اومدم نوشتم، ریوایز کردم کل منیسکریپت رو، ببینید اینو بولد کردم، یعنی من کل مقاله رو اومدم یه بار دیگه با دقت ریوایز کردم، سعی کردم که اشکالات گرامری نداشته باشه، سینتکس نداشته باشه، فلان. بعد دوباره نگاه کنید چقدر قش اینو میگه. داور نوشته بوده که میجر ریویژن یعنی اصلاحات اساسی، درست شد؟ اینو من آماده کردم فرستادم، دوباره داور نگاه کرده و دوباره جواب داده. نگاه کنیم، اینو میگه داوری درست، علمی، منطقی. اومده گفته که we have again modified the manuscript according نه اومده چی گفته؟ yes the results have been revised to reflect actual effects of فلان. اینا رو توضیح داده، بعد دوباره پیشنهاد داده، دوباره من اومدم اصلاح کردم، دوباره اومده پیشنهاد داده. I don't claim to be an expert on data island but ببینید چقدر قشنگ، من مدعی نیستم که متخصص دیتا آیلندم. ببینید چقدر قشنگ، این کاملا منصفه، واسه من لذت میبرم، یعنی احساس میکنم یه استاد خوب در برابر من قرار گرفته، داره به من کمک میکنه. میگه من مدعی نیستم، من یه اکسپرتم. I would suggest، ولی پیشنهاد میکنم، وودم آورده، میدونید مؤدبانه است. I would suggest the author provide citations that support the claim of مثلا widespread browser support. من اومده گفتم منم یه سری اضافه کردم با رنگ سبزم تو متن مقاله مشخص کردم. دوباره من یه سری اشکالات کوچیک گرفتم، این لاین 16 31 35 29 چقدر دقیق خونده. گفتم من اومدم همه رو دوباره درست کردم. یکی یه چیزی اینجا نوشته بود که خیلی جالب بود. The detail، فکر کنم سه بار این مقاله همینجوری، اول منم زود انجام دادم. Improve internet what there is، گفتم این the revised paper has greatly improved in terms of quality of communication. گفته خیلی خیلی عوض شده، خیلی خوب اصلاح شده، ولی هنوز یه اشکالات کوچیک هم هست. یه جا نوشته بود قبل از اینکه من accept کنم شما چنین کاری انجام بدید. We would thank you for your new useful suggest. نه اینکه مال خودم داره، حالا اگه اونو پیدا کنم. ببین این میشه یه فرند داوری خیلی مناسب که واقعا کمک میکنه. میکنم بعدش دیگه اکسپ داده به من داور. خب ببین من اون چیزایی که داور توی اون کامنت ها مینویسه کاپی پیست کنید توی فایل ورد که دقیق بتونید روش کار کنید. بگویم اینجا نوشته که یه سری اشکالات اون موقع میجر ریویژن بوده، الان شده ماینر، اومده دیگه یه سری اصلاحات کوچیک داده. شما اینجا پیدا میکنید چیزو قبل اینکه من پذیرش کنم. اونکلونه تو باتن آف لیدر The reviewers have این که هیچی Please prepare your manuscript فلان این که هیچی آها The manuscript is prepared فلان When something you're reviewing این که هیچی، این که اصلا مال ریویور بوده، گفته چی کار کنه. Thank you for taking suggestion to her. The article has improved significantly. آه اینجا گفته که آها ببین چقدر قشنگ گفته، گفته مقاله واقعا تغییر کرده و این بهبود پیدا کرده و من فکر میکنم که به پذیرش خیلی نزدیک شده. چقدر اصطلاح قشنگی به کار برده. I think it's very close to being acceptable for publication. ما فکر کنم خیلی چیز شده، خیلی دیگه نزدیک تمنه. این چند تا کوچیک هم اعمال کنی که این زده بوده ماینر، دیگه همش بیشتر همین اشکالات گرامری و فلان اینا بوده به من کنم. یعنی کاملا مقاله رو کامل کرده مثل یه استاد راهنما و کامل شده ارائه کرده. اینم یه داوری خیلی منطقی و خوب. پس دوستان جمع بندی کنیم، اگر مقالتون گفت
اصلاح بخوره، که یعنی خیلی نزدیک شدید و شما اصلاحات رو اعمال کنید تا اونجایی که میتونید، رنگ قرمز سبز هر چی میخواد تعیین کنید بفرست. اگه مقالتون رد شد اون موقع شما میتونید با اعمال اصلاحات و بعدم با پاسخ خیلی منطقی حوصله بذارید، از دیگران بپرسید. دوستان ببینید، شاید شما چیزی به ذهنتون نرسه، از اساتیدتون، افرادی که صاحب نظرن، استاد راهنما مشاورتون سوال کنید، بگید داور اینو گفته، من چی بهش جواب بدم، چی کار کنم، از اونا کمک بگیرید کامل کنید، خیلی سیستماتیک بیار اونجا ارائه بدید و بعد بفرستید و اینجوری خیلی کمک میکنه که حتما مقاله شما انشاءالله پذیرش بشه. یه وقت هم شما با صلوات بر محمد و آل محمد.